بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و با درس تفسیر آسان در خدمت شما بینندگان عزیز و محترم هستم آیه 23 بودی مسوره مبارکه بقره که خداوند فرمودن که ای انسان ها اگه شما در شک هستید و پیامبر ما را متهم میکنید پس شما هم سوره همانند قرآن رو بیارید سوره همانند قرآن نه فرمودن که قرآن رو بیارید بلکه فرمودن که سوره همانند قرآن رو بیارید زیرا که قرآن هم از لحاظ کلماتش جمله بندیش معجزه هست و هم از لحاظ محتوا و موضوعش اون چیزی که صحبت کرده و وابستگی به زمان خاصی هم نداره بلکه بالاتر از زمان هست و هر نسلی که میاد میتونه از قرآن استفاده کنه بعد از اینکه فرمودن که همانند قرآن بیارید فرمودن که ودعو شهداءکم من دون الله این کنتم صادقین گواهانتون از غیر خدا بیارید اگه راست میکنید در اینجا خداوند ازشون میخواد که خب شما پیامبر ما را متهم کردید و هیچ دلیل عقلی و منطقی نداشته در این قضیه حالا شما قرآنی سوره مثل این قرآن رو بیارید هر گواهی هم خواستید بیارید الان داره به چالششون میکشونه بیشتر اونها را به مبارزه میطلبه ازشون میخوان که گواه بیارید این گواه برای چیه؟ گواه برای اینه که این سوره ای که آوردید برای گواهی بدن که بله این مثل قرآن هست یا نه مثل قرآن نیست و دعو اکم گواهان تن را خب چه کسی گواهی میدهد گواه به چه کسی گفته میشه به کسی که علم داشته باشه آگاهی داشته باشه از قضیه پس شما میگه میفرون خودان که بلیغترینتون حکیمترینتون داناترینتون همه را جمع کنید بیارید شهدا اکن گواهانتون هم بیارید بعد که شهدا اکم گواهان خودتان خودتان ازشون گواهانی از فرشتگان نخواستن گفتند که فرشتگان گواهی بدهند در حالی که در مورد قرآن و در مورد وحدانیت خداوند که شهد الله انه لا اله الا هو و اولو العلم قائما بالقسط اینجا نفرمودند که شما از فرشتگان و گواه بگیرید یا افرادی که مشهور به راستگویی افرادی که مشهور به رازگویی هستند که گواهی حق میدن نفرمان که اونها را به گواهی بطلبید فرمودن که خودتون گواهانی بیارید هر گواهی شما بیارید البته شما گواهی نمیتونید بیارید هر گواهی که خودتون میخواید خودتون از خودتون باشه نمیتونن در باره این که بر کنار قرآن بذارن میدونن که قابل مقایسه نیست نمیشه حالا شما هر کتابی میخواد بگیرید حتی سخن رسول الله صلی الله علیه وسلم بیارید در کنار قرآن بذارید آیا میتونید این دو را یکی قرار بدید؟ وقتی خوانده میشه سخن خدا و سخن رسول الله آیا امکان داره که انسان دچار اشتباه بشود؟ یکی <تصفح> از <متحنت> دعوتگران میگه در آلمان بودم میگه که قرآن را خوندم با آواز با صدا خیلی با, صدا با, با صوت صد براش خوندم گفت چقدر چیز جالب و قشنگیه میگه بعد یک سخنان دیگه خوندم با همین ریتم گفت نه این مثل اون نیست این فردی که اصلا مسلمان نیست عربی هم نمیدونه متوجه فرق میشه میفرمون که پس شما گواه را بیارید این قرآن و این هم اون چیزی که سوره ای که شما ساختید همه تون تمام انسان ها قل این اجتمعت الانس والجن انس و جن همه جمع میشن همه جمع میشید یک سوره مثل قرآن بیارید بذارید کنار قرآن حالا بیایید گروه داوران آقا شما حکم کنید آیا این سخن مثل این میشه؟ اگه گفتن که ن... و خواهن گفت که نه پس بدونید که این سخن محمد نیست چون محمد هم مثل شماست بشر هست اگه میگید که محمد از یهود و نصارا گرفته یا قصه های گذشتگان داره میگه خب شما این انجام بدید اون کسی که به محمد یاد داد خب شما هم ازشون یاد بگیرید وقتی که محمد بشری مثل شما تونست این کتاب و بیاره شما هم میتونید پس بدونید که این تعلیف محمد نیست این نزلناه هست ما نازل کردیم ما قرآن رو نازل کردیم ودعو شهداکم من دون الله من دون الله این کنتم صادقین اگه راست میکید یعنی نگید که این از طرف خداست چرا که در این صورت دروغ میگید دیگه شما خودتون بیارید مگه نمیگید که محمد خودش داره آورده و بر خدا دروغ بسته خب شما هم بیارید صدق چیه؟ صدق زمانی که یک گفتاری با یک واقعیتی مطابقت داشته باشه مطابقت گفتار با حقیقت و واقعیت با چیزی که هست مثلا وقتی که میگید محمد طالب مجتهد محمد یک دانش آموز است ما برای اینکه این سخنمون با واقعیت مطابقت داشته باشه احتیاج به این داریم که اولا فردی داشته باشیم به اسم محمد بعد این محمد محمد نام دانش آموز باشه و بعد احتیاج به این داریم که کوشا باشه این داریم میگیم محمد طالب مجتهدن، این یک است. حالا برای حقیقتش این که واقعا آیا فردی بیس محمد هست؟ آیا این محمد طالب علم هست؟ دانش آموز هست؟ و بعد آیا محمد واقعا مجتهد هست؟ کوشا هست؟ وقتی که سخن با واقعیت مطابقت داشته باشه به این میگن صدق راست هست مطابقت داره راست هست اما زمانی که سخن سخن با واقعیت مطابقت نداشته باشه این بهش میگن دروغ وقتی گفتی که محمد طالب مجتهد محمدی هم بود اما طالب نبود مجتهد نبود کوشا نبود این بهش میگن دروغ خبری که ساخته میشه این که دایمی میکنه یه چیزی میگه و حقیقتا وجود واقعیت نداره با واقع نیست وجود نداره بهش میگن دروغ خب خداوند در اینجا میفرمایند که اگه شما راست میگویید اگه شما راست میگویید که در این ادعای خودتون که از طرف حالا خدا باشه این کنتم صادقین آیا میتونید که این سخنتونو با واقعیت مطابقت داشته باشه یعنی واقعا میتونید اونو بیارید و بعد در کنار قرآن بذارید اگه راست میگید این کار رو انجام بدید در حالی که شما نمیتونید این کار رو انجام بدهید پس این دلالت بر این داره که شما نمیتونید این کار انجام بدید آیه 24 خداوند میفرمایند فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين اگر نتوانستيد که همانند قرآن را بیاوريد و هرگز هم نخواهيد توانست پس خود را از آتشی که اون انسان ها و ها هستن بدور دارید آتشی که برای کافران آماده گشته است خب آیه قبل فرمودن که هر که خواستید به کمک بطلبید و همانند قرآن رو بیارید اگر در این ادعای خودتون صادق هستید که قرآن از نزد خدا نیست تعلیف محمد هست خب شما هم مثل قرآن رو بیارید هر کس خواستید هم به کمک بگیرید بعد گواهانی هم بیارید گواهی بدن که بله این چیزی که شما میگویید از طرف خداست یا همانند قرآن هست در این آیه میفرمان که اگر این کار انجام ندادید یعنی که نتونستید نیاوردید این کار رو انجام ندادید که مثل قرآن بیارید ولن تفعلو و, هر و این هم نمیتونید انجام بدید فتق النار در این صورت از آتش مرهزر باشید بر کفرتون اصرار نورزید ایمان بیاورید دعوتشون بده به ایمان آوردن خب حالا که شما نتونستید مثل قرآن بیارید عاجز و ناتوان هستید ادعا میکنید که قرآن تعلیف محمد هست خب محمد هم است مثل شما پس اگه محمد تونسته این قرآن رو بیارید شما هم مثل اونو بیارید پس وقتی که عجز و ناتوانیتون ثابت شد و دونستید که این کار محمد نیست شما نمیتونید مثل اونو بیارید پس ایمان بیارید فتق النار التي وقودها الناس در اینجا میفرانه که فَإِنْ لم تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا این حرف شرط هست اگر انجام ندادید شرط معمولا در اون عدم قطعیت هست اگر دقت کن اگر انجام ندادید البته عدم توانای اونها ارجحیت داره چرا زیرا که قرائن وجود داره که اونها نمیتونن انجام بدن و این هم که فرمودن که لم تفعلو اگر انجام ندادید به هدف به چالش کشوندنشون هست و میخواد اعلان عجز و ناتوانی اونها بکند دقت فرمایید درست است که این شرطی دلالت بر عدم قطعیت میدهد اما در اینجا چرا از این شرطی که دلالت بر عدم قطعیت میدهد آورده شده به خاطر اون هایی که وجود داره و اینکه اونها نمیتونن این کار را انجام بدن ارجحیت داره میخواد بدین وسیله اونها را به چالش بکشونه اظهار کند عجز و ناتوانیشون فئن لم تفعلوا ولن تفعلوا حرف لن دلالت بر نفی در زمان حال و در آینده میدهد یعنی نه الان میتونید این کار را انجام بدید و نه در آینده فا لم تفعلو اگه انجام ندادید تا زمانی که گذشته بود الان و آینده هم نمیتونید اینو انجام بدید فا لم تفعلو ولن تفعلو لن دلالت بر تعبید همیشگی نمیدهد این چیزیست که صحیح هست اولاتر هست معنای اون ولن تفعلو این کلمه خودش دلالت میده بر معجزه بودن قرآن یک ولن تفعلو چون در زمان حال آینده هست دلالت این میده که اونها توانایی مقابله با قرآن رو ندارند الان... گذشته نکردید الان هم انجام نمیدید آینده هم نمیتونین کار انجام بدید با قاطعیت تمام داره خداوند به اونها میفرمایند که این سخن سخن محمد نیست لن تفعلو نمیتونید انجام بدید نه الان نه آینده پس عدم توانایی اونها را داره ثابت میکنه این از یک جهت و همچنین تاکید میکنه بر همین قضیه که آیه قبل فرمودند که این کنتم صادقین اگه راست میگید اگه واقعا راستگو هستید دو اعلان عدم توانایی اونها در آوردن سوری همانند قرآن حتی در نسل های آینده نسل هایی هم که بیان بعد اینو نمیتونن انجام بدن در آینده هم الان نمیتونید عجزتون ثابت شد آینده هم این کارو نمیتونید بدید تمام نسل هایی که بیان هم این کار انجام نمیدن قل این جتمعت الانس و اگر جن و انس همه جمع بشن در هر زمانی هر نسلی همه با هم جمع بشن انس و جن علا ان یعتو بمثل هاد القرآن که مثل قرآن بیارن لا یعتو بمثله مثله این کار انجام بدن پس این که قرآن سخن خداست دیگه هیچ شکی نیست وقتی میگن که آقا قرآن تعلیف محمد است خیلی میشنیم الان خب شما مثل قرآن بیارید نمیتونند میگن بعضی از آیاتش سوره محمد از علمای یهود و نصارا گرفته خب بفرمایید کدام یک از علمای یهود و نصارا گرفته این ادعا شما میکنید کدام یکش خب یک ادعایی میکنن اما اثباتش نمیتونن بکنن خب محمد اونو از یهود و نصارا گرفت مگر استادان او یهود و نصارا انسان نبودن پس چرا شما نمیتونید اینو بسازید چرا عرب هایی که اینقدر بلیغ بودند نتونستن مثل همونی که محمد از یهود و نصارا گرفته بود به ادعای خودونو ساخت چرا آنها نتونستن بسازن چرا شما نمیتونید بسازید دعوت قرآن هست بین که مثل قرآن رو بیارید خب در اینجا این سؤال پیش ماد اللحاظ بلاغتی که فرمودن که لم تفعلو ولن تفعلو از کلمه فعل آورده شده اما در آیه قبل فرمان که فعتو به صورت من مثله از اتیان از آوردن فعل انجام دادن هست اتیان آوردن هست خب پس اینجا باید میفرمودن که اگر نیاوردید و در آینده هم نتونستید بیاورید اما فرمودن که فیلم لم تفعلو ولن تفعلو علت چیه؟ زیرا لفظ فعل تفعلو در برگیرنده چالش های سگانه است که خداوند کسانی که منکر الهی بودن این کتاب هستند اونها رو به این چالش ها کشونده یک مثل قرآن رو بیارید آوردن مثل قرآن گواهی دادن بر اون که شهدا رو بیارید گواهان رو بیارید و از دیگران کمک بخواهید این همه حالت فعل هست انجام دادن هست اونجا فعتو بسورت من مثل و دعو من دون الله این کنتم صادقین پس اونجا اتیان بود در آوردن قرآن و بعد مسئله گواهی دادن بود و کمک خواستن از دیگران بود همه اینها کلمه فعل انجام دادن اونها را بهتر در بر میگیرد بدین خاطر از این کلمه استفاده شده خب فتق النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين فرمودن که فایلم لم تفعلوا ولن تفعلوا این شرط است جواب شرط چیه اگه انجام ندادید و نخواهید توانست چه الان چه در آینده اینو انجام بدید فتق النار این جواب شرط است بس بترسید از آتش وقتی که میان که فتق نار از آتش بترسید دعوت میده اونها را به ایمان آوردن دعوتشون میده به ایمان آوردن که از خدا بترسید اگه ایمان نیاوردید جای شما آتش هست چه آتشی؟ که وقود و هن و که وقود اون افروزینه اون آتش مردم و سنگ ها هستند وقود هر چیزی که برای افروختن آتش به کار میره بهش میگن وقود مثل بنزین مثلا مثل گاز مثل نفت هیزم این بهش میگن وقود مثل ج... مثل چی مثل وضو به آب وضو چیزی که با اون وضو گرفته میشه بهش میگن که وضو پس وضو اون آبی است که ما با اون اون کار رو انجام میدیم وضو میگیریم فتق النار التي وقودها الناس الناس خب منظور صنف خاصی است از مردم یعنی کافران چه اون کسانی که خود را به عنوان مردم را به عبادت خودشون دعوت میدادند به پیروی از خودشون دعوت میدادند و مردم را گمراه کردند و همچنین شامل کسانی که گمراه شدند پس ناس در اینجا در برگیرنده دو سنف است یک صنف گمراه کنندگان سنف دوم گمراه شدگان والحجاره منظور از حجاره چیست؟ نجرا جمع حجر هست به آنها سنگ در اینجا چرا سنگ جایگزینی چوب گشته وقود افروزینه اون چیزی که با اون آتش برپا می شود سنگ که نمیشه با اون آتش برپا کرد چرا در اینجا سنگ و به عنوان وقود به کار بردند چرا که سنگ اولا که علتش اینه که خب این جهنم شعله داشته روشن بوده و سنگ هم در هنگام شلور شدن حرارت بیشتری پیدا میکنه و هم دیرتر خاموش میشه و از طرف دیگه خدایان اونها خدایان اونها از سنگ ساخته شده بود انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم شما و چیزهایی که غیر خدا میپرستید آتشگیره افروزینه و هیزم دوزخ خواهید بود انکم و ما تعبدون من دون الله شما و اون چیزی که غیر از خدا می پرستید. همین النار التي وقودها الناس والحجاره مردم و خدایانشون خدایان دروغین اون کسانی که به فرمان مردم را به عبادت خودشون دعوت میدادند اگه کسی حضرت عیسی را پرستید حضرت عیسی که جزء وقود جهنم نخواهد بود زیرا او مردم را به عبادت خودش دعوت نداده هر کس که مردم را به عبادت خودش دعوت بدهد و این بتهایی هم که به عنوان نماد خدایان خدا قرار داده شده این بتها که مجسمه این های صالح بوده انسان صالح از این بی خبر هستن و اعلان برات میکنن اما این مجسمه هایی که میساختن و آنها را واسطه خودشون با خدا قرار داده بودند، با آنها وارد جهنم خواهد شد حالا چرا بایستی این بودها این سنگها به جهنم برن این تحقیر بیشتر است تحقیر بودهاشون تحقیر خدایانشون هست اون چیزی که شما میپرستیدید همینا که واسطه قرار میدادید میگفتید اینها شفعای ما در نزد خدا هستن اینها الان دارن در جهنم میفتن حسرت بیشتری خواهند خورد تحقیر بیشتری خواهند شد هم خدایانشون و هم خودشان هم خودشان تحقیر بیشتری میشن و پی به گمراهیشون میبرند و هم حسرت بیشتری خواهند خورد که این چه کار بود ما میکردیم اینکه بحث رو مطرح کردیم بعد فرمودم که اعدت للکافرین آتشی که برای کافران آماده کرده شده است انشالله که این موضوع را میذاریم برای درس بعدی امیدوارم که خداوند به همه ما توفیق بندگی خالصانه بدن بتونیم از عقلمون استفاده کنیم و با عقلمون به خدا برسیم زیرا عقل انسان انسان را به خدا میرساند و اگر از عقل درست استفاده نشود انسان میآید هم نوع خودش و چیزی که ساخت خودش هست اونو به عنوان معبود خود قرار میده و اونو میپرسته خب تا برنامه بعد و درس بعد همه ما در حفظ و پناه خدا به سایت ما هم سایت علمی شبکه هم میتونید سری بزنید مطالب اونجا گذاشته شده پیشنهاداتتون انتقاداتتون کارساز خواهد بود السلام علیکم و رحمت الله و برکاته